ببین الان هیچی نیست، پیانوه. اینجا آکوستیک گیتار میاد بدون فیلتر و آکوستیک گیتار رنگ خوبی میده به میکس. خب من همون ریتمی که قرار بوده یه ذره جلوتر توی یعنی همون درامز رو اومدم اینجا، این درامز هم همین درامزی که اینجا بوده رو اومدم اکسپورت گرفتم گذاشتم اینجا، اینم فیلتر کردم و کراشش کردم دیگه. ببین خب ریتممو من دارم، یعنی توی فاینال که دارم نگاه میکنم. سوالت سوال خوبی بود. ما یعنی ما اینجا داریم اسنیرمون رو اینجا داریم، استرینگم بخوام یک پلاگینی باز کنم که مثلا پروئل یا هر لیمیتر دیگه ای بخوام باز کنم و گین بدم توی موزیک با وکال و گیتار و پیانو و فلان و اله و بله، ببینید این دوتاست، ببین نسبت به موزیک این دوتان، اینا دارن منو اذیت میکنن. پس من باید چی کار کنم؟ یک جوری اینا رو توی میکسم و پروژم کنترل بکنم که در نهایت بتونم لول خیلی خوبی توی مستر به موزیک بدم که موزیک بیاد بالا و گوش رو اذیت نکنه و لاود باشه و خیلی به قول تفکیک و خیلی خوش صدا بشه. چی کار میکنم؟ پس این بعد همیشه روی ام باشه، این بعد روی اس باشه، این میشه لول مید، میشه لول سایت. لول مید رو اینجا ببینیم چقدر داره کم میکنه، 2 dB. حالا میام ساید رو بهش اضافه میکنم. باید مواظب باشید دیگه زیادی این نیاد بالا. میگه که چیکار کنیم میکسمون روی گوشی بهتر صدا بده. رو گوشی میکس کن. آره این همونه. یعنی الان توی زمانی که اینجا من ازش بخوام استفاده بکنم میشه ادیتیو سینتیسایزر. یعنی من اینو بذار 4x شو. ببینیم اینو بردارم. ببینید دوباره برگردم روی اولی. این اولین ویف فرممونه که یه نمودار سینوسیه، بعد من هارمونیک ای بهش اضافه میکنم، تونم با این صدای ارگان درست بکنم، همون هامون. الان این هارمونیک اضافه کاری بود. مثلا میبینی اینجاش زیاد شد. یه کاری بکنم که زمانی که کلید رو من فشار میدم با یه دیگه دونه دونه اینا رو رد کنه بیاد پایین، یا میتونم تایمش رو کم تر کنم و میتونی با این یعنی توی این سینت به همین دلیل میتونی خیلی صداهای پیچیده ای تولید کنی. هر چقدر اینو بیشتر کنم، این در حقیقت اون ایکیو فاب فیلتر یا تو از آخر سریعتر برمیگرده اول. میتونم اینجا با ریلیز و این دیگه به ریلیز نمیرسه تو کاتاف، چون قبل از اینکه به این برسه بسته میشه صدا، بیشتر این توی انولوپ والیوم یا امپ کاربرد داره. برعکسش هم که بکنم بچه ها میشه چی؟ کنه این سمپل بیسته، یعنی من یه سمپل برداشتم آمدم گذاشتم اینجا که میتونم الان روی این بیسه
یه دونه صدای دیگه هم اد کنم، مثلا اون دو بود، یا مثلا گیتار، مثلا اینم میتونم اد کنم، اینو میتونم بیام رو لیر بی که الان هیچ سمپلی نیست، بیام روش اینم اد کنم، دوباره کلیک کنم، بیام اینجا اول اینو، زرد دیگه، اون زرد، اون آبیه، زرده رو میایم پاک میکنیم یا نه، نه پاکش نمیکنیم. زرده نمیاریم اینجا، اول داریم یه دونه میاریم پایین، خب این نوتایی که وسطشه که زده شده رو هم میتونیم بعدا بریمش روی خط، میتونه بشه فاصله اون تقریبا، مثلا این دوتا نوتایی که رو هم خوردن رو باید تغییر بده دیگه، میتونه فاصله بعدی بیاد پایین، پایین تر، یعنی این میشه خط سوم وکالی که باید بخونی، یعنی دوباره من از این یه داپلیکیت بگیرم. خب من میتونم اینو تو ورسم، این حرکتی که اینجا زدم رو سترنه رو بردارم، و ایکیو رو بذارم باشه،